بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در عهدنامه مالک اشتر به این جمله رسید که امیر المومنین صلوات الله علیه در دنباله بیان گذشته اینطور می فرماید ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور و ان الناس ینظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فی من امور الولات قبلک و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده فَلْيَكُنْ أَحَبُّ الزَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ. ترجمه اجمالی این جملات این است که می‌فرماید پس از مسئله امر به تقوا و امر به کسر نفس در برابر شهوات و امر به نصرت دین خدا با قلب و دست و زبان، می فرماید بدان ای مالک اشتر که من تو را می فرستم به سوی شهرهایی که دولتهایی در این شهرها حکومت کردند که برخی از اونها دولتهای عدل و عدالت گستر بودند و برخی دولتهای جور و ستمگر، و باز بدان ای مالک که مردم از امور تو مسائلی رو مورد نظر و دقت قرار می دهند که شخص شمای مالک به عنوان یکی از مردم در امور ولات قبل در اون مسائل نظر و انتقاد داشتی و مردم همان رو در رابطه با تو میگویند که تو در رابطه با دیگران میگفتی. بعد میفرماید که و انما یستدل علی الصالحین، برای گواهی نسبت به صالحین
و افرادی که همواره کارهای شایسته انجام دادند برای استشهاد بر صلاحیت آنها استدلال می شود بما یجری الله لهم علی ألسن عباده، به چیزی که خداوند در رابطه با صالحین بر زبان بندگانش اجرا می کند و ذکر خیری که در رابطه با صالحین مردم دارند. پس حال که چنینه ای مالک، فلیکن احب الذخایر الیک، محبوب ترین ذخیره ای که برای روز آخرت می توانی ذخیره کنی، محبوب ترین ذخایر تو ذخیره عمل صالح باشد. این یک ترجمه اجمالی از این چند جمله‌ای که مولا بیان فرمودند، لکن یک مقدار همونطوری که مکرر عرض شد باید در این کلمات دقت بکنیم و نکاتی رو از این کلمات استفاده و برداشت بکنیم. این که شروع این مطلب را بعد از مسئله تقوا با کلمه اعلم بیان می کند، می فرماید ثم اعلم یا مالک، نمی فرماید یا مالکو قد وجهت که، این خودش اشعار به این معنا داره که این مطلبی رو که امیرالمومنین در دنبال این بیان میکنه یک مطلب قابل توجهی است و نباید به صورت عادی از این مطلب انسان عبور بکند. این عیناً مثل تعبیراتی است که ما خودمون داریم، میبینید در رسانه‌های گروهی گاهی که یک مطلب مهمی رو میخوان بیان بکنند اول یک هشداری میدهند، کلمه توجه و امثال ذالک رو به کار میبرند برای اینکه بفهمانند که این مطلب بعدی کاملا باید مورد توجه قرار بگیره. پس این تعبیر به ثم اعلم یا مالک این معنا رو به ما افهام می کند، کما اینکه تعبیر به ثم تعبیر به ثم خود نیز یک دلیلی است بر اینکه این مطلبی رو که حالا بیان می کند این به اهمیت مطلب گذشته نیست و اون مطلب گذشته که مفصل تقریبا تا حدی در باره او بحث شد که عبارت از تقوا و شؤون تقوا باشه، او در درجه اول اهمیت و کلمه ثم که دلالت بر ترتیب می کند این تأخر این مطلب دوم رو بیان می کند. پس دو نکته در این ثم اعلم ملحوظه،
یکی اهمیت همین مطلب دوم و دیگر این که اهمیت مطلب اول بیش از اهمیت این مطلب دومه. حالا در این چند جمله چند مطلب رو امیرالمومنین بیان می کند. یک مطلب که تقریبا جنبه مقدمه ای داره نسبت به مطلب دوم این است که می فرماید این محلی را که من برای زمامداری تو و برای ولایت و استانداری تو را به اون محل می فرستم، خیال نکنی که یک محل جدید و تأسیسه و برای اولین بار حکومت و ولایتی در این محل در حال تشکیله، بلکه اینطور نیست. مسئله این است که این محل زمامداری تو یک حکومت‌هایی و یک دولت‌هایی در طول تاریخ در اونجا زمامداری کردند و در اونجا حکومت داشتند. پس در نتیجه این محل از نظر زمامداری و داشتن حکومت یک محل ریشه‌دار و محل سابقه داری خواهد بود. منتها می فرماید این دولت هایی که در مصر حکومت می کردند و زمامداری مصر را به عهده داشتند، برخی از اونها حکومتشون حکومت عادلانه بوده و روی نظام عدل حکومت استقرار داشته و بعضی حکومتشون حکومت جائرانه و ستمگرانه بوده. اینجا دو نکته رو ما باید با دقت در عبارت مولا روش تکیه کنیم و ببینیم مقصود مولا چیه. اولا این حکومتی را که علی به نام حکومت عدل می‌خواند، این معناش این نیست که همون تعبیری که مردم می‌کنند و همون نظری را که توده مردم در رابطه با حکومت دارند، امیرالمومنین هم به پیروی از توده مردم حکومتی رو حکومت عادلانه و یا حکومتی را حکومت جائرانه بشناسد. ظاهر این تعبیر این است که این مسئله مربوط به طرز تفکر خود مولاست، یعنی عقیده امیرالمومنین در رابطه با حکومت‌های قبلی مصر این بوده که برخی از اینها واقعاً حکومتشون حکومت عادلانه بوده و بعضی واقعاً حکومتشون حکومت ظالمانه. اون وقت اینجا این سوال پیش میاد که در تاریخ مصر کدام حکومت عادلانه ای تحقق داشته که امیرالمومنین از او یاد می کند و در چه زمانی، و این بیان مولا
اشاره به کدام زمانه؟ آیا اشاره به همون حکومتی است که مثلا قرنها قبل به دست یوسف نبی الله در مصر وجود داشته؟ چون همون طوری که قرآن اشاره می کند و در سوره یوسف ما ملاحظه می کنیم، می بینیم که یوسف در یک برهه‌ای از زمان حکومت مصر رو در اختیار گرفت و زمامدار مصر شد. آیا امیرالمومنین مقصودش از حکومت عادلانه‌ای که بر مصر جریان داشته حکومت مثل یوسف نبی خداست؟ این مقصودشه. کما اینکه اینجا یک نکته ای هست که روی این نکته هم باید توجه کرد و اون این است که اینجا امیرالمومنین می فرماید قد جرت علیها دولون، تعبیر به دولت می فرماید نه تعبیر به والی. در رابطه با خود مالک می بینیم تعبیر به والی می کند، می گوید فی عهدهی الی الهین والله مصر. در اون عبارتی که خوندیم کلمه ولایت و والی رو در باره مالک اشتر به کار میبره، لکن در اینجا کلمه دولت مطرح شده. قد جرت علیها دولون من قبلک، نمی فرماید ولاتون من قبلک. آیا مقصود از دولت یعنی اون کسی که در مصر به صورت استقلال حکومت می کرده و در رأس حکومت واقع شده که کلمه دولت رو ما هم در این زمان تقریبا به همین معنا به کار می بریم؟ لذا یک کشور نمی تواند دو تا دولت داشته باشد، یک مملکت نمی تواند بیش از یک دولت درش وجود داشته باشه، در حالی که در یک کشور ولات متعددند، والیان و استانداران کمال تعدد رو دارند. آیا مقصود امیرالمومنین از این دول اون حکومت هایی بوده که به طور استقلال و به صورت یک کشور مستقل بر مصر حکومت می کرده؟ اگر مقصود مولا این معنا باشه، ما در تاریخ مصر به یک حکومت عادلانه غیر از حکومت یوسف ما نمی توانیم برخورد بکنیم، حکومتی که از نظر علی حکومت عادلانه باشه، نه از نظر توده مردم و تعبیر رائج بین مردم. اما اگر ما بگوییم که این معنا بعیده، آیا امیرالمومنین در رابطه با مسائلی رو که با مالک مطرح میکنه اینقدر میخواد اشاره به تاریخ
دور مصر داشته باشه، حتی زمان حکومت یوسف رو هم مورد نظر قرار بده. این معنای قدری به ذهن انسان بعید میاد و خیلی هم وجهی برای این مطلب ملاحظه نمی شود، چون عرض کردیم که این جمله جنبه مقدمیت داره و در جمله دوم که دنبال این مقدمه قرار میگیره، اونجا تقریبا استفاده از این جمله ظاهر می شود. اون وقت در رابطه با جمله دوم ما خیلی نیازی به این معنا ملاحظه نمی کنیم که امیر المومنین تا این درجه اشاره به تاریخ قدیم مصر کرده باشه و حکومت عادلانه یوسف رو مورد نظر قرار داده باشد. پس این معنا ولو اینکه یک احتمال و کلمه دولت هم مساعد با این احتمال و متناسب با این احتمال، لکن در عین حال به نظر من بعید میاد که مقصود مولا چنین مطلبی باشه. پس مقصود چیه؟ مقصود عبارت از همون زمامداران است که قبل از مالک اشتر در مصر حکومت می کردن و همون والیانی است که پس از فتح مصر در مصر حکومت می کردن. چون بر حسب اونچه که تاریخ نشان می دهد، از موقعی که مصر در زمان خلیفه دوم به دست عمر ابن العاص با یک جریان مفصل فتح شد، تا زمانی که این عهدنامه و این عهدنامه تاریخی مالک اشتر از مولای متقیان صدور یافت، از طرف همون حکومت‌های اسلامی تقریبا 4 والی قبل از مالک اشتر در مصر به عنوان استاندار از طرف خلیفه و از طرف حکومت مرکزی مشغول فعالیت بودند. اولین استاندار خود همین عمرو بن عاص بود که بعد از آنی که کشور مصر را با یک زحماتی و با گذشت یک زمانی و با یک مشقت فراوانی کشور مصر را فتح کرد، از طرف خلیفه دوم خودش عنوان ولایت و زمامداری مصر را به عهده گرفت. بعد نوبت که به خلیفه سوم رسید، یک شخصی را به نام عبدالله ابن ابی سرح اون را به عنوان جانشین عمرو ابن عاص والی مصر کرد که نتوانست تنها ولایت مصر را عهده‌دار بشه، انقلابی از طرف رومیین در مصر واقع شد که خلیفه سوم مجبور شد مجدداً عمرو ابن عاص رو به کمک اون والی بفرسته تا با همکاری هم اون ثوره و اون انقلاب رو از بین ببرن. اما بعد از آنی که مسئله خلافت ظاهری
در اختیار مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام قرار گرفت. ایشون اولین کسی را که به عنوان ولایت مصر انتخاب کرد قیس ابن سعد ابن عباده بود. بعد در یک جریانی که بین قیس و بین معاویه پیش آمد و یک جعل و حقه و تزویری که از ناحیه معاویه در رابطه با قیس پیش آمد، جو اقتضا کرد که امیرالمؤمنین بر خلاف میل باطنی خودشون مجبور شدند قیس ابن سعد ابن عباده را معزول کردند و خلافت و ولایت مصر را به محمد ابن ابی بکر واگذار کردند. بعدم در یک جریانی که حالا اینجا دو قول در کاره، که یک قول این است که مالک اشتر در هنگامی که مأمور ولایت مصر شد هنوز محمد ابن ابی بکر حیات داشت و کشته نشده بود، لکن برخی معتقدند که جریان قتل محمد ابن ابی بکر قبل از ولایت مالک اشتر و این مأموریت از طرف مولا تحقق پیدا کرد. اون وقت بیاییم اینجوری کلمات مولا رو در این رابطه معنا کنیم، بگیم مقصود مولا از دول همون ولات قبلی بوده، همون زمامدارانی که قبلن در مصر بودن، و چون دو تا از این زمامداران از طرف خود مولا بودن و منصوب از طرف مولا بودن، دیگه اینها به عنوان حکومت عدل و ولایت عدل و زمامداری عدل باید معرفی بشوند. دیگه نمیشه استانداری که از طرف مولا مأموریت پیدا کرد جز مسئله ولایت عدل و والی عدل رو در رابطه ما با او به کار ببریم. لذا به نظر میرسه که مقصود مولا از دولون قبلک من عدلن ناظر به همین دو استاندار قبلی بوده که اینها طبعا استاندار عادل و زمامداری توأم با عدالت داشتند. البته من خیلی پافشاریم روی این مسئله ندارم. من عرض کردم دو احتمال در کلام مولا جریان داره و کلمه دول با اون احتمال اول مناسبت داره، مخصوصا این که امیرالمؤمنین در همین عهدنامه ظاهرن دیگه در هیچ کجا کلمه دولت رو ذکر نکردن، اما کلمه والی، ولات، ولایت، امثال ذالک در این عهدنامه مکرر در مکرر ذکر شده. پس من میپذیرم که این کلمه دول مناسب با احتمال اوله، لکن در این حال این احتمال رو فی نفسه من بعید میدونم و احتمال دوم به نظر من یک احتمال نزدیکتری میرسد. یعنی مولا اینطور میخوان بفرمایند که ای مالک اشتر، بدان این مصری که تو به اونجا میروی
و من تو را به اونجا میفرستم که عبارت از یک شهرهای متعدد و متکثریه، خلاصه این جای ریشه داریست و حتی در بین حکومت‌ها، حکومت‌های عادلانه به خود دیده. اون وقت این مطلب رو امام بیان می‌کنند به عنوان مقدمه برای مطلب دوم. حالا مطلب دوم اینه، مطلب دوم این است که امیر المومنین این طور می فرماید: این نکته رو بد نیست که تذکر بدیم که چطور امیر المومنین بر خلاف میل باطنی خودشون قیس ابن سعد رو عرض می شود معزول کردن. این مسائل دیگه برای خود ما در دوران انقلاب و بعد از انقلاب خیلی هضمش آسون شده. گاهی جو اقتضایی داره و انسان نمی تونه بر خلاف جو قدمی برداره. یک مسائلی پیش میاد، یک جهاتی تحقق پیدا میکنه که انسان برخلاف میلش، برخلاف تشخیصش باید یک کاری رو انجام بده. روی این که مصلحت اقتضا نداره که با جو به طور کلی به مخالفت برخیزه، این معنا در داستان خود امیرالمومنین در جریان حکمیت ابو موسی اشعری مگر چنین نبود؟ مگر مولا راضی بود که ابو موسی اشعری را به عنوان حکمیت انتخاب بکنه؟ مولا میدانست که این یک مرد ساده لوحیه، این مردی است که در برابر مکر و تزویر و حیله های گوناگون عمرو بن عاص نمیتواند نقش داشته باشه. معذالک چرا راضی شد به حکمیت ابو موسی اشعری؟ چون چاره ای غیر از این نبود. اون جوی که خوارج به وجود آورده بودند و اون صحنه ای رو که اونها ساخته بودند، شاید اگر مولا حکمیت ابو موسی را نمی پذیرفت، یک مسائل خیلی حادتر و سنگینتری به وجود می آمد. مسئله معزول کردن قیس ابن سعد ابن عبادم همین نقش رو داره. از که ما در رابطه با انقلاب و مسائل گوناگونی که از اول انقلاب باش برخورد کردیم، خیلی هضم این مسئله برای ما آسان شده، لذا اشکالی به این معنا نمیتواند توجه پیدا بکنه. مطلب دوم که امیرالمومنین مطلب اول را به عنوان مقدمه او قرار داد، گرچه این مطلب رو در رابطه با مالک بیان کردند، اون هم به عنوان والی و زمامدار، لکن به نظر من یک مسئله کلیست که اگر ما این مسئله را در تمام شؤون فردی و اجتماعی رعایت بکنیم، موفقیت عجیبی به دست خواهیم آورد و یک مقدار از عدم رشدها و عدم موفقیتها
و شکست ها و ناکامی ها مرهون عدم رعایت این بیانی است که مولا می فرماید. حالا بیان اینه، ایشون به مالک می فرمایند که مالک، بعد از آنی که تو مسند ولایت مصر را در اختیار گرفتی و والی مصر شدی، شما فکر نکن که یک والی ممتاز از این نظری است که ما می‌خوایم بگیم، یک والی استثنایی هستی، یک والی جدای از ولات قبلی هستی. از چه نظر استثناء و از چه نظر جدا؟ از این نظر می‌فرماید اون ولات قبلی رو تو مالک می‌دانی که مسائل اون ولات و امور اون ولات را توده مردم چطور مورد نظر و مورد دقت قرار می‌دادند و تمام مسائل رو دنبال می‌کردند و مواردی که قابل انتقاد و مورد انتقاد بود مردم انتقاد می‌کردند و حتی تو خودت مالک به عنوان یکی از مردم و به عنوان جزء توده مردم در رابطه با ولات یک مسئولیتی احساس می کردی و کارهای ولات رو زیر نظر قرار می دادی و اگر یک والی کمترین انحرافی برای او پیدا می شد سر و صدای تو و توده مردم بلند می شد و چه بسا در مقام اعتراض و شکایت از او به خلیفه وقت و حکومت مرکزی برمی آمدی. بدان تو بعد از آنی که زمام امور رو در دست گرفتی، تو هم از این معنا مستثنا نیستی. همون برنامه ای که مردم و خودتو در رابطه با ولات قبلی داشتند، همون برنامه در رابطه با تو پیاده می شود. یعنی تمام کارهاتو مردم زیر نظر می گیرند، تمام مسائلت رو مورد دقت قرار می دن، کوچکترین انحرافی اگر از تو صادر بشه مورد انتقاد و اعتراض مردم واقع خواهد شد. پس برنامه حکومتی تو یک برنامه حکومتی استثنایی نیست، این یک روش ممتد و یک روال واحدی است در باب حکومت ها، مخصوصا با توجه به اینکه حکومت های عدلی هم قبل از تو وجود داشته. اگر تمام حکومت ها حکومت های جائرانه باشه، چه بسا در ذهن تو میاد که تو اولین حکومت عدلی هستی که در مسند حکومت مصر قرار گرفتی و خود رو مستثنای از حکومت‌های قبلی می‌دانی. اما با توجه به اینکه حکومت‌های قبلی هم حکومت‌های عادلانه و در ردیف تو بودند
مثل حکومت قیس ابن سعد ابن عباده و مثل حکومت محمد ابن ابی بکر. پس همون مسائلی که برای اونها پیش آمد این همون مسائل در باره تو مطرحه و حکومت تو حکومت استثنایی نخواهد بود. این بیان عرض کردم ولو اینکه در رابطه با مالک اشتره و در رابطه با زمامداریه، لکن یک برنامه بسیار قابل ملاحظه و قابل توجهه. انسان باید همیشه چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی این نکته رو بهش توجه داشته باشد که خود انسان یک موجود استثنایی در مقابل دیگران نیست. همه مسائلی که برای دیگران امکان پذیره و یا محقق می شود ممکنه برای انسان محقق بشه. اینجا بد نیست که به عنوان توضیح مطلب چند نمونه یعنی چند مثال رو عرض بکنیم تا ببینید که با عدم رعایت این معنا چقدر ناکامی ها و شکست ها نصیب انسانه. فرض کنید یک طلبه ای مشغول درس خواندنه، خودش رو که ملاحظه میکنه میبینه یک رشد و استعداد و ترقی در خودش وجود داره، میبینه پیشرفت کامل در مسائل علمی داره، لکن این نباید فکر بکنه که تنها شخص اوست که از این مواهب الهی برخورداره و در راه تحصیل موفقیت پیدا کرده، که اگر این فکر برای او پیدا بشود یک حالت غرور و یک حالت خودبینی و یک حالت اتکای تنها به نفس براش پیدا می شود. پیداست که اگر این حالت برای انسان پیدا شد دیگران رو در مقابل انسان ناچیز می بینه، دیگه فکر نمی کند که از افکار دیگران استفاده کنه، دیگه به ذهنش نمیاد که استعدادی ممکنه در ردیف این و یا بالاتر از این وجود داشته باشه، و اگر استعداد بالاتری وجود داشت انسان بر اثر تماس با او، بر اثر مباحثه با او، بر اثر استفاده از او یک رشد کامل و یک ترقی کاملی پیدا بکند. ببینید یک طلبه ممکن است که چقدر در راه موفقیت کم نصیب باشه و چقدر از این عمر نتواند استفاده کامل بکنه، تنها برای خاطر یک فکر، برای خاطر یک اندیشه در رابطه با خودش، و او این است که خودش رو یک موجود استثنایی میداند، برای فکر و نظر و استعداد خودش انحصار قائله و دیگران رو در ردیف خود نمی بیند. اینجاست که ما از کلام مولا می توانیم این استفاده را بکنیم که مسئله اینطور نیست، تو یک فردی بیش نیستی، افراد دیگری هستند، اونها هم ممکن است عنایت الهی شاملشون شده باشه، اونها هم ممکنه در استعداد
در ردیف تو یا بالاتر از تو باشند، اونها ممکن است از نظر فکر و اندیشه در یک سطح بالاتری قرار گرفته باشند و اگر با اونها تماس و بحث حاصل بشه ممکنه تو استفاده بیشتر از اونها بکنی. میبینی که یک محرومیت، یک عدم رشد فقط منشأش همین معناست که انسان خودش رو در این مسیر یک موجود استثنائی میداند. در رابطه با کارهای اجتماعی هم همین طوره. اگر مشاغلی و یک مسئولیت‌های اجتماعی برای شما و ما پیش آمد، فکر نکنیم در رابطه با این مسئولیت‌ها ما منحصر و ممتاز هستیم. اگر منبری، اگر تألیفی، اگر تبلیغی، اگر امامت جمعه‌ای، اگر سایر مسئولیت‌ها در کار آمد، فکر کنیم که ما هم در ردیف دیگران هستیم. ما هم مثل دیگران که این مسئولیت‌ها را پذیرفته‌اند و چه بسا اونها در راه انجام مسئولیت از من و شما موفق تر بودن. لذاست که امیرالمومنین این معنا رو بیان میکنه. عرض کردم که این در تمام شؤون فردی و اجتماعی ما میتواند حاکم باشه، ولی متاسفانه روی حبی که انسان به ذات خودش داره و روی گرفتاری علاقه به نفس، چه بسا انسان از مسائل بدیهی هم در رابطه با خودش استثناء قائله. میبیند که مثلا مرگ گریبان افراد رو یکی پس از دیگری میگیره، اما روی علاقه‌ای که انسان به ذات خودش داره، مثل این که نمیخواد قبول بکنه که این هم در ردیف دیگران در رابطه با مسئله مرگ یا در ردیف دیگران در رابطه با کسالت‌ها و امراض. یک مبتلا به مرض سرطان رو انسان میبینه، پیش خودش اینجوری مطلب مجسم میشه که او بوده است که این ابتلا براش پیدا شده، اما من نه مبتلای به این کسالت نخواهم شد، در حالی که این مسائل واضح و بدیهی است که در برابر این امور تکوینی استثناء اصلا مفهومی نداره. اما حب انسان به ذات خودش حتی در این مسائل میخواد انسان رو جدا ببینه و مستثنا ببیند، تا چه برسد به سایر مسائل غیر تکوینی، مسائلی که مربوط به جهات فردی و جهات اجتماعی انسانه. پس این یک دستورالعمله که نه تنها زمامداران و نه تنها استانداران، گرچه صدورش به صورت خطاب به یک استاندار و بیان وظیفه یک استاندار، لکن همه در این جهت متساوی خواهیم بود. پس خلاصه این مطلب دوم که امیرالمومنین مطلب اول رو به عنوان مقدمه این مطلب بیان کرد، این شد که مالک تو یک حکومت استثنایی نخواهید داشت، تا
تو در روند یک حکومت استمراری قرار گرفتی که هم سابقه حکومت عادلانه و هم جائرانه بوده و همون مسائلی که برای حکومت‌های قبلی مطرح بود در باره تو به تمام معنا مطرحه. حالا این دو جمله رو از نظر تطبیق عبارت هم تطبیق می کنیم تا بعد عبارت این شد: ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد، تو را فرستادم به سوی شهرهایی که قد جرت علیها، جاری شده بر اون شهرها دولن قبلک، دولت‌هایی پیش از تو که اون دولت‌ها من عدلن و جورن، برخی عدل بودند و برخی جور. این مقدمه برای مطلب دومه. و ان الناس، یعنی اعلم ان الناس، مردم ینظرون من امورک، امور تو را اون طور زیر نظر قرار میدن و از مسائل تو به اون اموری دقت میکنن. فی مثل ما کنت تنظر فی، در مثل اون مسائلی که تو به عنوان یک فرد از مردم درش قبلا نظر میکردی که او عبارت از امور ولات پیش از تو بود. و مردم یقولون فیک، در باره تو همون مسائلی رو مطرح می کنن که کنت تقول فیهم، خود تو به عنوان توده مردم در رابطه با حکومت‌های قبلی مطرح می کردی. این مقدار با این مختصر کافی تا جملات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.